دستون رو بده موندم یه کاری رو درست انجام بدم. میخوام بپوشم خانم. تو این چند ساله فقط حرفای قشنگ شنیدم. ولی اما هیچ. زندگیم شده علکی تعریف. بله، نمونش همین نیلو. یه طبقه با ما فاصله داره. دیدیش که؟ شوهرش هم که دیدی. اون وقت من بدبخت مجبورم علکی چمدون بردارم وانمود کنم داریم میریم مسافرت. خب وقتی برگردیم میفهمن که؟ دیگه بر نمیگردم که بخوان بفهمن. سر صدا میکنی سارا؟ همسایه ها، آبرون، حیثیتمون. بس دیگه، فقط بلد زندگی رو به شوخی بگیری. شوخ بودن چیز بدی نیست، شوخی زندگی دیگران رو جدی گرفتنه که بده. تو رو خدا بس کن، امروز اصلا حوصله جر و بس ندارم. حداقل تو این سفر دیگه معلومات تو به رخ نکش. سلام، چیزی شده خانم دکتر؟ نمیدونم چرا روشن نمیشه، استارت نمیخوره. احتمالاً باتریش خوابیده خانم دکتر. یه دقیقه بشینید پشت رو. چیزی احتیاج نداری؟ مرسی عزیزم، دستت درد نکنه. ببخشید تو رو خدا مزاحمتونم شدم. نه فرمایید، چه مزاحمتی؟ مستم. الو، سلام نیلو جان، چطوری؟ آره تو راهی. من و رضا و خانم دکتر. حالا میگم برات بعدن. آره، ببین نیلو، خواستم بهت بگم کلید خونه رو گذاشتم زیر جا کفشی، یادت نره سر بزنی ها. باشه، با هم در تماسه. قربانت، خدافظ. سلام رضا جان. نه چند تا از دوستان اومدن اینجا. آها باشه، هر وقت کار تموم شد بیا. باشه، خدا. من که شوهرم عادتش شدم خودش غذاش گرم میکنه میخوره، دیگه از بشور و بسابم راحت شدم. خدا نگه داره این رستوران ها رو. آره واقعا این مردی که اصلا خودشون آشپزی میکنن میخورن اصلا آدم خیلی راحته. آره واقعا. ببینم اون عکس رو. این عکسش خیلی قشنگه. این کیفه تا بس همونجا خریدی؟ اینجا کجاست؟ کیشه؟ انقدر خوش گذشت جا تو. آره خیلی جای خوبیه. این سری هم که ما رفتیم خیلی خوش گذشت. رفتی سارا جمو؟ نه بابا، سارا و شارش که تهران تکون نمیخورن. قربونت، آدم باید یه ذره زرنگ باشه، افسار زندگیشو بگیره تو دستش. آره مردار عادتشون باید بدیم. اتفاقا افسار زندگی دستمه. منتها میدونی چیه؟ این نفر رضا گرفتار کارش بود، حالا قراره عید با همی مسافرت. خب ساعت 11 شب اینا کی بودن دیگه؟ دوستای نیلو طبقه بالاییمون بودن. تازه باهاشون آشنا شدم. خیلی بچهای خوبین. اون وقت اینا شوهراشون شام نمیخورن؟ با انرژی خورشیدی زندگی میکنن. شام چی داری؟ شام؟ چه خوب سیمین جون، میتونی تو ماشین کتاب بخونی؟ خب آره، مگه تو نمیتونی؟ نه راستش من یه مقدار حالم بد میشه، حالت تهوع میگیرم.
حالا کتاب چی هست؟ رمانه تنهایی. وقتی تونستم تنها برم. سلام. علیکی سلام. میدونی ساعت چنده سلام؟ بالا بودم، طول کشید دیگه. یه دقیقه بیا بشین. این دوستای تو کار و زندگی ندارن؟ شوهرهای بدبختشون چی کار میکنن؟ چرا دارن، ولی شوهرشون مثل شما قرقرو نیستن. سارا این دورهاتون دیگه کم کم داره آزاردهنده میشه. باز وقتی ماهی یه بار بود خب، ولی هر شب هر شب، به خدا اگه منم هر شب با دوستان برم بیرون صدا در میاد. تو که دوستی نداری. حالا ما بعد یه هم چهار تا دوست پیدا کردیم که حرف همون میفهمیم، اون وقت تو نذار. هر چیزی جای خودش، زندگی مشترک. تو رو خدا رضا شروع نکن، بی خیال. ببین الان صدات خیلی بد میاد، قطع و وصل میشه. حالا من بعدم بهت زنگ میزنم. خدا. به به خانم خانوما، این طرفا را گم کردین. این کی بود؟ کی بود؟ چرا دست و پاتو گم کردی؟ همین دختری که الان رفت. دختر؟ بابا این مشتریه رو داری میگی؟ بابا مشتری بود دیگه. آها شما عادت دارین همیشه با مشتریاتون جوری هره کره میکنی؟ سارا بابا شم یه دوتا آب میوه واسه ما میگیریم. چشم. تو جوری این پسره چی داری به من میگی؟ هرکره کدومه؟ داشتم با تلفن حرف میزدم، اینم مشتری بود، خریدش کرد، گلش گرفت. خیلی خوب خیلی خوب، دست پیش نگیر. مشتری بود مشتری بود، انگار من خرم. مشتری نبود؟ باور نمیکنه. بیا اینم پولش. کو؟ چه میدونم، لابد این پسر دیوونه برشه بود. دست سرم بردار. ببخشم. باشه چشم، شما آروم باش. من آروم باشم، ولی تو نمیتونی جلو دهن خواهرتو بگیری. نه رضا، تو این چند سالی که من ساکت بودم عادت کردن هر جور دلشون خواست با من برخورد کنن، ولی من دیگه اون سارای قدیم نیستم. ای بابا تو چرا اینجوری شدی؟ تو اونجا به همه توهین کردی سارا. من توهین کردم رضا؟ آره دیگه همینه، همیشه از دید تو و خانوادت من مقصرم. آخه این همه مهمون و یه نوع غذا، بعدم که بگی میگن اسراف میشه اسراف میشه. نه بگی خسیسی. این نتیجه اون دوستای خوبته ها؟ آره خوبن خوبن، تازه فهمیدم چطوری باید رفتار میکردم. راست میگفت نیلو، خصاصت تو خونتونه. سلام. سلام، کجا بودی؟ زنگ زدم مغازه گفتن از عصر رفتی بیرون. به موبایلت هم زنگ زدم خاموش بود. دلم گرفته بود با خودم خلوت کرده بودم. به به مبارکه، این از کجا رسیده؟ با نیلو اینا رفتم بیرون، خوشم من خریدمش. ما هم که قاقیم دیگه. تو که اصلا به فکر زندگیمون نیستی. رضا بیا بشین میخوام باهات صحبت کنم. برای چی؟ بابت چی؟ دیگه خسته شدم از تو و رفتار تو خانوادت، خسته شدم. بازم شب شد حرفای کلیشه‌ای تو شروع شد. کلیشه کدومه؟ تو باید خودتو تغییر بدی. خانم چشم تغییر میدم. الان شما عصبانی هستی، حرف منه که گوش نمیدی که. بذار به وقتش آروم که شدی با هم گپ میزنیم ها؟ اینقدر بدم یه ددای آدمای منطقی رو در میاری. خانم من گشنمه ها، میفتم تلف میشم وقت هیچکی نیست سرش قر بزنی ها. همه چیو به شوخی میگیری، همیشه عادتت دیگه، جواب درست حسابی نداری که به آدم بدی. خدا
ببخشید. خواهش میکنم اشکانم. به دوستام گفتم داریم میریم مسافرت شمال. چرا شمال؟ چه میدونم، همه دوستام آخر هفته ها تعطیلات میرن شمال و این ور اون ور، ولی من و رضا هیچی. اون اوائل میرفتی از هیچی شانس نبردم. شما هم که الان داریم میریم مسافرت، چه مسافرتی هم بهتر از زیارت. امام رضا طلبیده؟ ولی من معنی این طلبیدن رو نمیفهمم سیمین جون. بله؟ خانم دکتر اسماعیلی؟ بله خودم هستم. سلام، من شهروز از دوستای بابک برادرتون هستم، از پادگان زنگ میزنم. خواهش میکنم امرتون. حقیقتش دیشب خانم اسماعیلی تو مرز درگیری با اشرار بوده که برای بابک اتفاقی افتاده؟ نه چیزی نشده، بابک حالش خوبه، فقط یکم زخمی شده که خدا رو شکر کاری نبوده. تیر خورده؟ بله متاسفانه، ولی نگران نباشین، همینجا روش عمل انجام دادن، ولی واجبه خوب یه عمل دیگه هم داشته باشه، به خاطر همین گفتم بهتون خبر بدم که بدونی. آخه با بابک هم که صحبت کردم دوست داره شما بالا سرش باشین. الو خانم اسماعیلی، کی قرار رو عملش کنین؟ فردا تو مشهد. لطفا هرجور شده خودتون رو برسونید. خیلی خوب من خودم هرچه سریعتر میرسونم، فقط تو رو خدا مراقبش باشی. باشه چشم، ممنونم. خداحافظ. الو سلام، لطفا پروازهای داخلی. سلام، من دکتر اسماعیلی هستم، یه بلیط میخواستم برای مشهد همین امروز. بلیط قطار چی؟ اونم نداری؟ ببینید من یه عمل فوری دارم توی مشهد، هر جور شده باید خودمو برسونم. فکر میکنید بتونم از کارت پزشکیم استفاده کنم برای پرواز فوق‌العاده؟ با اتوبوس چقدر راه تا مشهد؟ 12 ساعت. خیلی ممنون. سلام چیزی شده خان دکتر؟ نمیدونم چرا روشن نمیشه، استارت نمیخوره. احتمالاً باتریش خوابید خانم دکتر. یه دقیقه بشین پشت رو. حساب بزنیم یه بار دیگه. نمیخوره؟ نه رضا، این کار تو نیست، باید تعمیر کار بیاد. ببخشید سارا جون، تو رو خدا شرمنده‌ام. به هر حال کار من نیست، باید تعمیر کار بیاد براش. ای بابا منم عجله دارم، آخه برادرم توی مشهد یه اتفاقی براش پیش اومده، بردنش بیمارستان باید عمل شه. باید سری خودم برسونم مشهد. از صبح تا لحشم زنگ زدم بلیط قطار و هواپیما هیچی گیرم نیومد، گفتم با این برم که حالا حالشون که بد نیست. حالا دوستاش میگم بعد نیست، ولی من نگرانم، بالاخره باید خودم سریعتر برسونم دیگه. حالا یه کاریش میکنه. به هر حال ما هم داریم میریم مشهد، میتونید با ما بیاید. واقعا؟ نه ولی من مزاحمتون نمیشم، شما بفرمایید. آژانس الان یه دربست آژانس میگیرم میرم هر جور شده. خیلی ممنون. نه دیگه تو این سفر نه من تنهام نه شما. نه به خدا، آژانس میگیرم الان راحت میرم. نه این چه حرفیه، مزاحم میشه. نه بابا چه مزاحمتی، تعارف نمی کنم. پس بذار من سر روم همه روغنی شد میرم باشه، سریع عوض میکنم. باش ما منتظریم. دست شما. رضا حواست کجاست؟ من به نیلو و بقیه همسایه گفته بودم داریم میریم شمال. خیلی خب حالا طوری نشده که، مگه نمیدونی بنده خدا نگران برادرشه. کش
خانوما ماشین آماده است، بفهمید. سارا جون، قدر زندگیتونو بیشتر بدون. الو، سلام خانم صمدی. خب هستین؟ بله، من خواهش کردم کارهای پذیرش این دوستمون رو انجام بدیم. من تا یه ساعت دیگه خودم میرسونم بیمارستان. بله بله، الان جایی هستم، کار دارم. دست شما درد نکنه، من تا یه ساعت دیگه میرسم بیمارستان. خداحافظ. خب چی شد؟ دکتر چی گفت؟ هیچی، آب پاکی رو ریخت رو دستم. یعنی هیچ راهی نمونده؟ فعلا که دکتر میگفت نه، ولی من اومدم راجع به یه چیز دیگه باهات صحبت کنم، وقت داری؟ خواهش میکنم، من صرافا گوشم. ببین، یادت یه دفعه راجع به فرزند خوندگی باهات صحبت میکردم؟ آره یادم میاد. چطور مگه؟ میخوای قبول کنی؟ نه بابا، من که نه. دیروز سعید داشت پیشنهاد میداد اگه بشه بچه رو به فرزند خوندگی بگیری. خب این که خیلی عالیه. نه من فکرشم نمیتونم بکنم، همینجوری اومدم ببینم شرایطش چیه. شرایطش؟ چند وقت از ازدواجت میگذره؟ 6 سال دیگه. 6 سال. شرایط اولیه رو داری، حالا بقیهشم درست میشه. بفهمم خانم دکتر. شما درد خیالتون راحت باشه. مطمئنم. تو میخوری؟ نمیخوری؟ چیه؟ چرا چپ چپ نگاه میکنی؟ یعنی واقعا تموم شد؟ بله تموم شد، آخرین راه حلم رفتیم. از کی تا حالا طلاق شده آخرین راه حل؟ بده من. خوبه که هنوز مهر مدرکت خوش نشده، اولین مشاور درمانیت هم شروع کردی، البته با من. بفرمی. ببین سیمین، منظور من این نبود. به نظر من توی خونه فقط جایی یه بچه کم بود، ولی شما که مشکلی نداشتیم. آره، ولی این مشکل از منه، من بچه دار نمیشم. خب سرپرستی بچه رو قبول میکردی؟ سعیدم همینو گفت، من قبول نکردم. ده من نمیفهمم، تو چرا واسه همه مادری، واسه خودت زن بابا؟ ببین، هضمش برام سخته، مادر بچه‌ای بشم که خودمونو به دنیا نیاوردم. ولی توی زندگی مشترک سب کن. ببین کی داره از زندگی مشترک بر من میگه. تو اگه بیلزن بودی باخشه خودتو بیل میزدی. ببینم این دوست من چش بود که یک ماه دارم بهت میگم بیا بریم خواستگاری، هی ناز میکنی و بازی در میاری. چه ربطی داشت؟ نه واقعا چه ربطی داشت؟ ببین من اگه از کسی خوشم بیاد قیافم داد میزنه، اون وقت خود شما میفهمی کی باید پاپیش بذاری دیگه. آها، دفعه قبل که رفته بودیم خواستگاری قیافت داد که چه عرض کنم، نعره میزن. آخه غذا تو بخور، غذا تو بخور. یخ کرد.
موافقی همین رستوران همیشه که غذامونو بخوریم؟ خانم دکتر موافق هستی نمازو بخونیم و یه نهاری بخوریم و حرکت کنیم؟ اختیار داری، خیلی هم خوبه، هر جور که راحتی. ازش خوب و سالمه. بفرمایید خانم دکتر. شما بفرمایید. من زرش بلو با مرغ میخورم. تا غذتون انتخاب میکنید یه نگاهی به آب روغن ماشین بندازم دستم هم بشه. سارا جون ببخشید میتونم یه سوال بپرسم؟ آره خواهش میکنم. تو رو خدا حمله بر فضولی نشه ها. اختیار داریم، این چه حرفیه؟ شما برای چی داریم میریم مشه؟ چطور؟ آخر راستشو بخوای احساس کردم تو مسیر اخمات تو همه و راستش ما میخواییم طلاق بگیریم. طلاق؟ تو مشهد؟ چیه سارا؟ احضاریه دادگاه خانواده است. مگه نخوندیش؟ خوندمش. یعنی تو واقعا فکر میکنیم بهترین راه حلمونه؟ رضا ببین ما به آخر خط رسیدیم، نذار بیشتر از این همدیگه رو شکنجه بدیم و خاطرات خوبمونو خراب کنیم. خب این تویی که به خاطر هیچ و پوچ، به خاطر حرفای این دوستای حسودت داری زندگیمونو به هم میزنی. به چی زندگی ما باید حسادت کنن؟ آره دیگه همیشه همینه، آدم بده منم آدم خوبه توی. این راه حل تو بدترین راه حله. آره خب راست میگی، راه حل تو بهترینشه. آخه تو عقل کلی، اسمش اینه ما داریم مسالمت آمیز زندگی میکنی. آخه تو تو زندگی چی کم داری سارا؟ بابا تو هیچ وقت نذاشتی من حرف دلمو باهات بزنم. آرزو به دل مردم، دو کلمه باهات حرف منطقی بزنم. بابا من همه زندگیم شده قرض و قله، به خاطر اون ماشین شاسی بلندت، به خاطر این، به خاطر اون. اگه تا حالا تو زندگی من کوتاه نیومده بودم به اینجا نرسیده بودیم. بابا به خدا خسته شدم. خسته نباشی دیگه، کوتاه نیا. همینا رو هم که داری به خاطر من داری. بعد پیشرفت کردی سارا، قبول همه اشتباه از منه، سعی میکنم درستش کنم، ولی باید بهم بگی، باید با هم حرف بزنیم. بابا با تو هم دارم با حرف میزنم. چه حرفی؟ تو میتونی دو کلم حرف منطقی بزنی؟ هر دفعه اومدیم حرف بزنیم تهش دعوا شده، دیگه از حل شدن گذشته. فقط یادت باشه داری به خاطر هیچ و پوچ زندگی آروممونو به هم. زندگی آروممون؟ آره واقعا. آره من اشتباه آره. کردم، من یک حرف تو گوش کردم، به خاطر اینکه هر چی تو گفتی کردم. من بعدم هر چی تو بگی میکنم، تمومش میکنم. ببینم شما تو این جلسه هاتون راجع به بدبختی‌های بعد طلاق حرف نمیزنین، خودشون یادت دادن دیگه. چرا پای اونا رو وسط میکشی؟ من به اونا چی کار دارم؟ من تازه فهمیدم تو انتخاب تو اشتباه کردم. اتفاقا همین الان منم به همین نتیجه رسیدم. همینجاست پارک کن یه جای دیگه. میگه نمیبینی جا پارک نیست. بابا یه دقیقه میریم میایم دیگه. خانم جون نمیشه. خیلی خوب، تا تو میری جا پارک پیدا میکنی شناسنامه‌تو بده من ببرم بالا کاراشو بکنه. زود بیایم. چی پا؟
چرا ولش کردی پس؟ چیکار باید میکردم؟ موتور گازشو میگیره میره دیگه. همینجا اگه پارک میکردی نهایتش جریمه میشدی، میرفتیم بالا شرشو میکندی. خیلی خوب زشته، صبر کن میریم تو ماشین حرف میزنی، برو تو ماشین. رضا شناسنامه هامو فدای سرت، خب میریم المصنع میگیریم. یه کارو تو زندگی درست انجام نمیدی. اصلا میدونی چیه؟ دیوونم کردی سارا. آره من بدم، خانوادم بده، همه کس کارم بده. برو تو ماشین، برو تو ماشین. آخرش هم تو حرفمون به هیچ نتیجه نمیرسیم، فقط دعوا دعوا. جالبه، ولی من تا الان صدای دعوای شما رو نشنیدم. خب شاید خونه نبودین، ولی من همیشه میترسیدم آبرومون جلوی همسایه ها بره. عجب. خب آره دیگه، چون شناسنامه هامون صادره از مشهده مجبور شدیم بیاییم و از ثبت احوال مشهد استعلام بگیریم برای محضر. حالا معنی طلبیدن رو فهمیدی؟ سارا جون، این که میخوام بگم اصلا جنبه نصیحت نداره، فقط یه صحبت دوستان است. به نظر من تو زندگی نباید عجله کرد، تو هم بهتر یه ذره بیشتر فکر کنی. راستشو بخوای تو این چند سالی که من میشناسمتون، البته از دست من ناراحت نشو، ولی احساس میکنم تو یه ذره بلا تکلیفی. تو بعد اول تکلیفتو با خودت روشن کنی، بعد با زندگیت. دست شما درد نکنه، غذای ما مزه نشد. مزه شده الان. نیم ساعت بیشتر وقت نهار و نماز نداریم ما. کسی دیر نکنه، بفرمایید. جونم من جوجه کباب بخوام. مامان غذا به این خوشمزگی برات درست کرده. گوجه فرنگی هستن، یه نوشابه. نوشابه، یه نوشابه. ببینم این همون اتوبوسی نبود که اول جاده نزدیک بود بزنه بهمون؟ نمیدونم، من دقیق ندیدم. اتفاقا من دقیق دیدم. چرا؟ خودشه. کجا رضا؟ کجا؟ یه دقیقه. الان میره باز یه شهری به پا میکنه. نه بابا، به آقا رضا نمیاد اهل شهر باشه. به رضا نمیاد؟ خب شما نمیشناسینش، انقدر عصبیه. ببخشید شما راننده ماشین میشناسی؟ اینجاست. بله امری باشه، درز کوچیکی داشت. سلام رسول. سلام حسام. منو میشناسی؟ نه به جا نیوردم. شما؟ من با خانوادم آزم مشهدی. خب به سلامتی قبول باشه. ولی شما داشتی مانع سفر ما میشدی. من؟ مانع؟ اول جاده خراسان. آه شما هم باشین شاسی بلنده این. بیا نگاه کن الان دارن حرف میزنن، دو دقیقه دیگه فقط ببین چه داد و هواری را میندازه.
من البته نگران اعصاب شمام که خورد بشه، وگرنه من که به این رفتارش عادت دارم. نه بابا، داری سخت میگیری. ای آقا، تو عالم شوفری این چیزا عادیه. بعدش هم بیمه شخص ثالث هم واسه همین چیزا گذاشتم. ولی خوشم اومد، رانندگی تو مایه‌های خودم. یعنی جون من و خودت و مردم اصلا مهمه. بی خیال داداش، خدا رو شکر الان سرمون رو سلامتی. با اجازه. ببین عزیز، یه خورده بیشتر مواظب باش. چشم. دیدی بی خودی نگران بودی؟ چی شد؟ نرود میخواه آهنی در سنگ. منو ببخشید. خواهش میکنم. چی شد یه دفعه سارا؟ هیچی. خوبی؟ آره. بیا صورت بخوش. بریم. یا اینم لقمه بر هدیه خانوم. بفرمایید. خدایا دست خالی برام نگردون، نزا تا ابد چشم نگرون بمونن. چایت سرد نشه. آره مامانی خوبه. پس پاشیم بریم. پاشو مامانی، بریم دست و صورتتو بشورم، منم نماز بخونم. را بگفتیم برو دخترم. علی. علی آقا زود باش به مسافرها بگو سوارشن، شب بعد بریم تهران، هزار تا کار داریم. خبری آقا؟ آخه چه باید عجله؟ حتما خبریه دیگه. رو چشم آقا. زود باش. خانوما آقایون، مسافر مشهد این سوارشون که مرکت کنیم. مسافرهای مشهد سوارشون هم میخوایم مرکت کنیم. فقط سریع. مرسی. فکرش نمیکردم که این شلوغی هم بتونید به اینجا برسید. ولی بقیه‌اش این اتوبوسا رو نگاه کن. همه مسافری که سوار شدن ما هم سوار میشیم. اگه جای خالی بود بشینیم. با آدم که یادش نیست آخرش همجوری میریم دیگه. اگه مسافر شما چی؟ اگه مسافرش من با لبخند بالا میشیم میگی صندلی اشتباه سوار شده، میریم صندلی دیگه میشیم. اگه اونم اینجوری شو جای خالی نداشت. آتا یه یأس میکنه، حتما دارن دیگه. قاطی میکنی فرض دیگه. آخه آی کیو خوش با خنده بالا میشیم میگی اتوبوس اشتباه سوار شدی. در ضمنم بدون همیشه تو اتوبوس یکی دو تا جای خالی هست، چون مسافرش نیومدن. ببین گناه نداره. نه چه گناهی داره، مشهد هم که رسیدید کرایش میده به یه فقیر که بشه صاحب خیرات صندلی. بخشم حل دیگه. با تو ها؟ با من. بریم.
داری سرخ و سفید و آبی میزنم زمین حروم میده. ماما چه شده خانم؟ میگه قرص؟ ناراحت نباش عزیزم، الان مامانت قرصشو میخوره حالش خوب میشه. بهتری؟ حداقل به خاطر اون بچه‌م که شده اون دارواتو به موقع بخور. خیلی زحمتتون داره. حالا بهتری؟ خب خدا رو شکر. چرمنده برمیگردی تو رستوران؟ نه اتوبوس منتظر. اتوبوس کو؟ مگه مسافر اتوبوس بودی؟ آره وسایلت من تو اتوبوسه؟ چیزی نداشتم. خیلی خوب خانم چی کار کنم؟ خب اف نداره با ما بیا با ما بیریم مشهد. زحمت نمیدم مزاحم شما نیستم. بیا بابا بیا بابا بیا داره میره مشهد مسیر بمونه. اصلا شاید تو راه اتوبوسا دیدی زشته. خدا از بزرگی کمتون نکنه. بله بله باشه چشم حتما. مرسی مرسی خانم یاسمن. شما باید بریم خونه خانم احمدی یوسف آباد. خانم آفی بله بیا باید بریم خونه خانم ناصر توی شهرتقه. دفعه پیش اصلا کارتو خوب انجام نده بودی یا؟ باشه سعی خونم سعی زن کل لذا شکایت کرد. باشه سعی خونم درست کرد. تو معلوم از کجایی؟ بشین یه چند جا دیگه باید بری. چرا اینقدر پول زیاد گرفتی ازشون؟ کارش سنگین بود خواه. بشین. بله 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 باشه چشم میفرستنشون حتما. بفهمه خواهم امرتون. برای استخدام اومدم. میدونی کار اینجا چیه که دفتر خدمات نظافتیه. قبلا کار کردی؟ نه. سخته ها از پسش برمیای؟ بله خیالتون راحت باشه از پسش برمیاد. خب بذار یه فرم برات پر کنم. بگو اسم فامیلتو. شیرین معصومی. ساکن تهران دیگه؟ بله. خب بگو آدرس تو. تهران امامزاده عبدالله کوچه بهار پلاک 20. تلفن؟ تلفن نداری. مجردی یا متعهد؟ مجرد. شوهرم کارگر ساختمانی بود، 6 ماه پیش از داربست افتاد پایین، عمرشو داد به شما. چند سالته؟ 30. استخدام میشن؟ ایشالله. خدا از خواهری کمت نکنه. به این کار نیاز دارم، کمکم کن. تو این شهر غریبم. آره خانم. ببخشم سارا. Mm-hmm.
من نبود، خودش زد گلدو رو شکست. شکست نزنی هیدی، چی کاری بود کرد اینجا؟ چه وضعی خانم؟ ببخشید شرمنده. یعنی چی؟ یعنی چی ببخشید؟ درست میگه، بچه هست نفهمید. مگه اینجا کودکستانه؟ ببخشید خسارتشو میدم. نه نمیخواد، شما در چه حدی هستی که بخواه خسارت منو بدی؟ هیدی مامان، معذرت خواهی کن. بابا پسر خودتون زد شکون. ای عجب بچه چه سفیدی. بیمونه بیرون ببینم. پرو مام بیا بریم. چرا بچه رفتی سر کار؟ میخواستم بذارمش پیش زن صابخونه اما قبول نکرد. خب آخه اینجوری که نمیتونی کار کنی. اگه بدونی زن صابخونه زنگ زد چه داد و بیدادی کرد؟ به خدا بچه ساکتیه، اصلا نمیدونم چی شد. نمیتونی بذارش پیش خاله ای، عمه ای، فامیلی، کسی؟ مگه کسی رو ندارم؟ همه خانوادم تو زلزله از بین رفت. روزایی که کار داری با خود نبری سر کار. میخوای بیارش بذارش اینجا پیش من؟ تو خود اینقدر گرفتاری، رئیس تو چیکار میکنه؟ خدا بزرگه یه کارش میکنم. میخوام خوشگل ما اسمش چیه؟ هدیه. عزیزم چه اسم قشنگی. ماما جونم منو میبخشی؟ ببن شیرین جون. جون دست در نکنه عزیزم، کافیه دیگه، تمیز شد، زحمت کشیدی. بفرمایید، پول شرکت جدا گذاشتم، بقیهش هم مال خودت. دستتون در نکنه دیگه، ولش کن، من میرم تو اتاق کاری داشتی صدام بزن. شیرین، شیرین جون، شیرین چت شد؟ چی شد؟ چیزی نشده. تو خونه من بودی، حالت بد شد و بردم بیمارستان. دکتر رو ازت آزمایش گرفتن. سب کن جواب آزمایشت میاد. ساعت چند؟ من نمیتونم بمونم. باید الان استراحت کنی. یه ذره سب کن تا آزمایشات بیاد. اصلا نمیشه. چیکار کردی با خانم؟ خانم معصومی، آزمایشاتت اصلا خوب نیست. شما حتما باید بستری شین. نمیتونم بمونم بیمارستان آقای دکتر. این چه حرفیه میزنی؟ 48 ساعت تحت نظر باش. خون بهتون میزنیم با توجه به جواب آزمایشاتون. سرم بهتون وصل میکنیم، دارو داخل سرم میگیری. ان شاءالله حالت بهتر شد میری خونه. هزینه‌ش میشه. هزینه‌ش با حساب داری. تو چیکار به هزینه‌ش داری؟ اون با منه. آقای دکتر هر کاری لازمه انجام بده. جواب آزمایی پاتولوژیش گرفت؟ آره گفتم، ولی یه هفته دیگه میاد. تا یه هفته دیگه انشاءالله تحت نظر باید باشید شما. از نظر پزشکی شما نمیتونیم برین خونه. تا جواب پاتولوژی بیاد ما تشخیص نهایی رو بذاریم، درمان نهایی رو براتون شروع کنیم. در خدمت شما. پس هر کاری لازمه منو صدا بزنید. انشاءالله حالا من دستورات رو صادر میکنم. انشاءالله تحت نظر قرار میگیری، بهتر شدی میری منزل. خانم زنگ میزنی دخترم بیاد. باشه عزیزم زنگ میزنی، تو فقط آروم باش. پیش منشیه. باشه باشه زنگ میزنم. حالت بهتره الان؟ خدا رو شکر بهتره. دکترم گفت بهتره، خدا رو شکر. خیلی زحمت کشید. سلام مامانی، چرا سرومت دست کرده؟ سلام مامانی، چیزی نیست قربونت برم، خوب خوب میشم. ببینم دختر. مامان خوبه، خوبه، باشه. حالا برای چی داری میری مشهد؟ اینکه محلی نیست تا جمعاتی به زنده باشم. دارم میرم بچه رو بز کنم دست دایی شوهر که کسی رو ندارم. هم کار درستی هست یا نه؟ چند ساله ندیدمش، هرچی هم زنگ میزنم تلفن رو بر نمیدارم.
توکل به خدا ببینیم قسمت چی میشه. آقا شما باشه فرمونی من چی کار کنم؟ چی کاره این وسط؟ من حواسم به مسافرها بوده. آقا ببینیم بابا خاکستر شما برو سوار شو بفهمید آقا بفهمید تو رو خدا بفهمید سوار شو برو اون ابزار مبزارها رو گرفت کنم من تصمش باشه بودا بینم سلام. ای شما همون ماشین چی شده؟ نمیدونم چه مرگشه. شاید موتور سوزوندی. نه راستش من نگران این مسافران. بله یکشو میشناسم. میفهم چقدر نگرانید. شما سرت میشه از ماشین؟ نه ولی میتونم جلوتر یه پاسگاهی هست بهشون اطلاع بدم. تنها کاری که ازم برمیاد. زحمت میکشی قربون دستت ممنونت میشم. ببخشید دور خدا پیچیدم جلوتون. جونم مامانی من دستشویی دارم تو نمیخواد بری حالت خوب نیست بذار خودم میبرمش دستتون درد نکن بیا خاله جون بیا قربونت برم بیا با هم بریم بیا عزیزم بیا با به خدا من بیگناهم من اصلا میخواستم از تهران سوار اتوبوس شم خب اتوبوس گیرم نیمد مجبور شدم با سواری بیام از اولم آقای تهی کرده بود گفت 30 تومن میگیرم 30 تومنم زیاده واسه من ولی مجبورم بدم چون من باید فردا مشهد باشم اومدیم یه هایی وسطه رو دبه کرد گفت 60 تومن میگیرم 30 تومنو گفت 60 تومن؟ بله اصلا من شاکیم من جناب سروان ببین من دانشجوی پزشکیم من اصلا با کسی کاری ندارم که میخوام برم مشهد به مادر مریضم برسم تو رو خدا ولم کنی بری یه پادرمیونی کنی یه وساطتی بکنی سلام سلام شنیدم داشتی میگفتی دانشجوی پزشکی هستی درسته؟ بعدم که گفتن که شیشه ماشین طرف رو شیکوندی و چی بوده ماجرا؟ راننده میخواست پول دو برابر بگیره منم نداشتم نه اگه داشتم میدادم جر و بحثمون شد زدم شیشه ماشینشو شکوندم حالا اومده کلانتری از من شکایت کرد خانوادت کجا؟ من با مامانم تنها زندگی میکنیم مشهد فردا باید مامانو ببرم دیالیز یه اهدایی هست باش قرار گذاشتم کلی کار هست انجام بدم خب یعنی کسی نیست بیاد بالاخره رضایت این طرف رو بگیره برات؟ نه من کسی رو ندارم این وقت شب بتونه این پول رو فراهم کنه خب یعنی فقط معطل پول خسارتشه؟ پول خسارت ضمانت همه چی بذار ببینم چیکار میتونم بکنم سلام 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 آقا رضا هستم همسایه‌ام خب سمن خانم بریم کجا؟ آقا رضا لطف کردن هم خسارتی تو پرداخت کردن هم رضایت شاکی تو گرفتن
خیلی لطف کردین، ممنون. خواهش میکنم خانم، کاری نکردم. تازه یه خبر خوبه دیگه، ما راهی مشهدی. از آقا رضا خواهش کردم اجازه بدن شما با ما همراه بشی. وای خیلی ممنونم. خواهش میکنم آقا رضا، زحمت کشیدن. خوشحال میشیم، ببرم. چند سالته؟ 22 سالمه. خب نگفتی مامان چی شده؟ مامان قصهش طولانیه، اگه ناراحتت میکنه نگو. الو سلام، من مشهدم، خونه. خب جدن؟ من تا یه ساعت دیگه حرکت میکنم. سمانه باشه، خدافظ. ما فقط دعا کن. آقا ما خیلی خاطر شما رو میخوایم. میگم اما علی با این پسره برای خیلی چیکار کردی؟ نه ایو قربونت برم. باش آقا، پس ما منتظرتیم دیگه، زنده باش. چی شد عباس کانه، خانم رو نمیدازی؟ حالوم شد آقا. چقدر میشه؟ قابل نداره، 9 تومن شد. پس مرد، یعنی خاکش کردن؟ آره. اینجوری که نمیشه، تو گفتی قول و قرار گذاشتی. قول و قرار گذاشتیم، این همه من از مشهد کوبیدم تا اینجا اومدم، این همه راه. حالا دقیقه 90 مامانه زده زیر همه چی، میگه نمیذارم. خب این که خیلی بد شد. حالا باید چی کار کرد؟ هیچی، میگردیم دنبال یه اهدایی دیگه، یه مرگ مغزی. تو خودت میخوای چیکار کنی الان؟ من که باید برگردم مشهد، مامان تنهاست، هیچ کس نیست مواظبش باشه. فقط نمیدونم به مامان چی بگم. حالا نشد که نشد، اخم کردن داره. اخم تو واکن، بذار صورت خوشگل تو ببینم دخترم. جش حالا شد، این قرصو میخورم به شرطی که از این شهر به اون شهر دنبال کاره من نری. هم من بیشتر خوشحال میشم، هم روح اون پدر خدا بیامرزد شاد میشه. فکر خودت باش، خدای ما هم بزرگه. زمانه جون
تو رو خدا دیگه شروع نکن. چه دکتر بد اخلاقی. خدا به داده اون مریضا برسه که زیر دست تو میفته. یا امام رضا کمکم کن، خسته شدم، خسته شدم، انقدر رفتم و نشد، انقدر نشنیدم، خودت شاهدی همه تلاشمو دارم انجام میدم، از این شهر به اون شهر، من که غیر از مادرم کسی رو ندارم، امیدم به توه، دست خالی برام نگردون، راضیم به رضای تو، تو زندگی اول امیدم توی، بعد مادرم، نظر من امید بشم. مادرم خیلی سختی کشیده، میخوام بازم خنده رو لباش ببینم، اینطوری روح بابام شاد میشه. کمکم کن، دست خالی برام نگردی. یا امام رضا کمکم کن، کمکم کن. شدم از بس خبر خوب دادی و نشد. کجا؟ تو مشهد؟ باشه خودم میرسونم. کدوم بیمارستان؟ خب پس ایشاله این دفعه میشه اگه خدا بخواد. انشاءالله. حاج خانم خیلی اذیت شدید. باور کنید اصلا قصد مزاحمت نداشت که. خواهش میکنم، منظور خودتونه. باید به پای زائرین امام رضا پوسته زد. منظور ما رو روشن کردیم. مامان جان اگر که با من کاری نداری به خانم دکتر یه سر بریم بیمارستان. اشکالی نداره عزیزم. همه زحمت های من رو دوش این دختره. سنگ صبور منه. خدا حفظش کنم. مرسی. آقا رضا اگه خسته این اتاق هست میتونی استراحت کنین. یک دنیا تشکر. نه میخوام برم حرم زیارت. تو میای؟ آره منم میام. شیرین جان خوبی؟ منم یه قراری دارم، باید برم به قرارم برسم. میخوای باید بیام؟ نه تنها باشم بهتر. خب میخوای هدیه رو با خودم ببرم؟ دست درد نکنه خانم دکتر، هدیه رو میبرم. باشه عزیزم همینجور راحتی. فقط شماره تلفن منو که داری، هر کاری پیش اومد زنگ بزن. خب دختر چای تو بخور بریم اضافه کار داریم. بریم. این هم مال تو. ببخشید خونه آقای رضایی اینجاست؟ آره اینجاست. چیه ازش طلبکاری؟ نه نمیدونین کجا؟ من چه میدونم کجای خانم؟ ول کنین به خدا ول کنین، خسته شدیم دیگه. هر کی از این آقا طلبکاری در خونه ما رو میزنه. بد کردیم ما همسایه‌شون شدیم. ای بابا ول کنین دیگه. مردم هم همسایه دارن، ما هم همسایه داریم. طلبکاری شدیم به خدا. حالت خوبه؟ چی شد مامان؟ مامان حالت خوبه؟ مامان چی شد؟ بفرمایید. سلام داداش قهرمانم. سلام. چطوری؟ خوبه خوبه، نمیخواد بلند
ببینم. دست زد، دست زد، خواهش کن. در خواب، چه اینجوری میکنی؟ سب کن ببینم. با دکترت هم صحبت کردم. خدا رو شکر گفت عملت به خوبی انجام شده و اوزام بله، همه چیز عالی و خوبه. آها راستی، اینم سمانه جون، تو راه مشهد باش آشنا شدم. ایشون هم بابک قهرمان که تصمیم گرفته ماهای آخر سربازیش رو تخت بیمارستان بگذرونه. سلام، خیلی خوشوقت. خدا رو شکر حالتون بهتره. خیلی قدر خواهرتون رو بدونینا. تمام وقتی که تو اتاق عمل بودین بیقراری میکرد، یه لحظه هم استراحت نکرد. بالاخره ما هم یه دونه خواهر رو داریم دیگه، مخلص شم هست. ما هم همین یه دونه داداش رو داریم دیگه. اختیار داری خواهر، ما هم یه خانم دکتر رو داریم کلا تو فامیل. راستی بابا یه چیزی بگم، ما مدیون سمانه خانم. چرا؟ امروز اتاق عمل به خون احتیاج داشتی، هم گروه خونیت هم ایشون بود و خون اهدا کرد. ای وای، دست شما درد نکنه، ببخشید. خواهش میکنم. سیمین جان من برم به کارهای مامان برسم، بعدم میبینم دیگه. آره آره، برو عزیزم. خداحافظ. من زود میام. خداحافظ شما. حالا با این گله چی کار کنم؟ گردونم نداریم. اگه مادرش چشه؟ بنده خدا دیالیزی بوده، امروز یه اهدا کننده پیدا کرده، قرار عملش. خب خدا رو شکر، ولی چه دختر خانمی بود سیمین. اوه اوه اوه، چه صدای نعره میاد. اوه الو، سلام خانم دکتر. چی؟ شیرین خانم؟ کدوم بیمارستان؟ باشه باشه، ما اومدیم. چی شده؟ میگه شیرین خانم حالش بد شده، بردیم بیمارستان. ایوا رضا، بریم بیمارستان. قربونت بشم، میاد الان میادش. رفته یه جای خوب، رفت پیش خدا، تو رو هم سپرده است. سیمین جون چی بهت گفت؟ هیچی، گفت یه امانتی دارم که میخوام بسپرمش به دست، چون میدونم پیش تو خوشبخت میشه. سیمین جون یه امانتی دارم که میخوام بسپرمش به دست، چون میدونم پیش تو خوشبخت میشه. فکر کنم حکمت این سفرم این بوده که با شما آشنا بشم، که هدیه به دست تو بزرگ بشه. وقتی دیدم تو ماشین دست به سر هدیه میکشیدی دلم آروم گرفت. مراقبش باش.
میگم رضا. بله. آخر هفته مثل اون موقع ها بریم ماسوله؟ مثل اون موقع تا تهران بهش فکر میکنم. خب عزیزم خیلی ممنون، تا هفته دیگه مواظب خودت و مامانت باش. با بابک با دست گل و شیرینی میخوایم برسیم خدمتتون. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. الو سعید سلام، خوبی؟ آره منم خوبم. گوش کن، من الان مشهدم، یه اتفاق خیلی مهمی پیش اومده، حالا میام تهران برات میگم. رسیدم تهران باهات تماس میگیرم. باشه فعلا خداحافظ. بزن ببخشید معطل شدی. چوره